در بخش دوم برنامه هستیم و در این بخش 5 سوال هست و هر سوال 10 امتیاز دارد. در مقابل میزهای هر کدام شما یک چراغ هست و این چراغ ها با فشار دادن دکمه روشن میشن. زمانی که دکمه هایی که در عقب میزهای شما هست این دکمه را شما فشار بدین، چراغ مقابل میز شما روشن میشه. زمانی که چراغ روشن شد شما میتونید با سوال جواب بدین. اگر جواب شما درست باشه 10 امتیاز، در غیر از او اگر جواب شما اشتباه باشه یا اینکه نصف جواب بدین 3 امتیاز شما از دست میدین. و این 3 امتیاز خیلی مهم است. اگر میخواین جایزه به دست بیارین نباید این 3 امتیاز از دست بدین، بخاطر اینکه تا پایان برنامه هیچ سوالی دوباره نمیتونه جبران پذیر این 3 امتیاز باشه. دقت داشته باشین تا 3 امتیاز از دست ندین. تا زمانی که خوب متیقن نشدین دکمه را فشار ندین و زمانی که کاملا متیقن شدین جوابی که در ذهنتان هست درست هست، بعد از اون دکمه را فشار بدین و به سوال جواب بدین و امتیاز خیلی خوبی که 10 امتیاز است او را به دست بیارین. عجله زیاد نکنین، چانسی که دیگه تون را نسوزانین و تا زمانی هم که متن سوال خواندنش تمام نشده دکمه را فشار ندین و دقت داشته باشین بعد از اون دکمه را فشار بدین. آغاز کنیم. 5 سوال هست و هر سوال 10 امتیازی. اولین سوال: نیمه عمر پوزیترون چقدر است؟ هر کدامتون میخواین جواب بدین فقط دکمه را فشار بدین و اگر نمیخواین که جواب بدین بر ما بگوین و سوال میگذاریم. خب نمیخواین جواب بدین؟ درست است، من خودم جوابش براتون میگم. و نیمه عمر پوزیترون 2.5 دقیقه هست. سوال بعدی را براتون میخوانم. ایوکراتید در کدام سال قبل از میلاد در بلخ به قدرت رسید؟ فریدون؟ 181 قبل از میلاد. بله درست است. 10 امتیاز. در مضمون تاریخ فکر میکنم خیلی خوب لایق هستی. خوب هست، واقعا مضمون دلچسبی از تاریخ. اما وقتی زمانی که در مکتب بودم فکر میکردم که مضمون تاریخ خیلی خسته کننده است، اما حالا میفهمم که خیلی دلچسب است. سوال بعدی: کوه معروف سلیمان به کدام دو حصه تقسیم گردیده است؟ دکمه مقابل میز فریدون روشن شد، پس چانس بر فریدون داده میشه. به دو حصه، کوه سلیمان شرقی و کوه سلیمان غربی. درست است محمد شاکر جوابش؟ بله درست است. 10 امتیاز به دست آورده. سوال بعدی: گوهرشاد بیگم کی بود؟ خب بازم فریدون و این سوال هم از مضمون تاریخ است. گوهرشاد بیگم خانم سلطانستانی بایقرا، یک از خانم های شاروخ میرزا بود. شاروخ میرزا یک از گوهرشاد آقا، مشهور به گوهرشاد آقا، یک از خانم های شاروخ میرزا بود. بله درست است، گوهرشاد بیگم یکی از خانم های شاهرخ میرزا بود. دوباره شما 10 امتیاز به دست آوردین و سوال بعدی را میخوانم. مترادف کیمخت چیست؟ مضمون دری کمی مشکل هست فکر میکنم براتون، بر هر سه تان. نخودم جوابش بگویم؟ فریدون، قسمی که به نظر میرسه و قسمی که شما هم دیدین و ما هم در مضمون تاریخ لایق هست، اگر این سوال از مضمون تاریخ میبود میتونست جواب بده به نظر من. خب خودم جوابشو بگویم؟ بله دیگه، شما چپ هستین. پس چیزی هم در ذهنتان نیست، یعنی شک هم ندارین به کدام لغت؟ شک نمیشه دیگه. خب شما کدام لغت به نظرتان شاید باشه؟ نمیتونست به دست نمیاره. شاید قصر رو کاخ منظورش باشه. قصر یا کاخ؟ نه، مترادفش به نظر من ویرانه. ویرانه؟ بله. پس حال ما هم بعد نظر ما بگویم مترادف کیمخت دباغی شده هست. 5 سوال تمام شد. 3 سوال فریدون تانست جواب بسه، 2 سوال هم تانستم جواب بتم. ما 20 امتیاز به دست آوردم و فریدون هم 30 امتیاز. فریدون، در مورد ای که چگونه درس میخوانی بر ما بگو و کدام کتاب های مکتب تا فعلا تمام کردی، چقدر بر کنکور آماده هستی؟ همه مضامین تاریخ و جغرافیا و بیولوژی را تا
فعلا خوب تمام کردیم، علوم دینیم خوب است و دری و پشتو مانده. کاملا علی مانده، اصلا پشتو کتاب مکتب نخوندیم. خب مقصد یک برنامه دایر کرده بود فنی بدی و بیان همون چیزا رو درس میداد، ما خودمون باز وقت نشد که کتاب مکتب مطالعه کنیم. یعنی در اون پروگرامی که گفتی پروگرام فن و بدی بود که او را آموزش میدادن، در اون پروگرام شرکت کردی؟ ها شرکت کردیم. بسیار خوب، خیلی خوب است. بخاطر که سوالاتی که اکثرا در کنکور هم هست این هست که در این شعر مثلا سوالات هست در این شعر از کدام فن، از کدام فن استفاده شده، و اگر این فنهای بیانی را خوب بلد باشیم میتونیم که سوالات خوب حل کنیم. خب در مورد گفتی که کتاب‌های مکتب، یعنی کتاب‌های مکتب کاملا متنش هم مطالعه می‌کنی؟ بله. یا یک چهار جواب هم می‌خونی؟ نه، متنش مطالعه می‌کنیم. کوشید. بسیار خوب. پیش خود باز یادداشت هم می‌کنی در یک کتابچه دیگه یا فقط همون کتاب‌ها پیش تست؟ فقط مطالعه می‌کنم دیگه باز. و دوباره دوره هم می‌کنی؟ دوره حتما، بعد یک ماه حتما دوره میشه. بخاطر فراموشت نشه. تو از صنف 10 کتاباش خواندی؟ بله. 11 12 بسیار خوب. فقط مضمون دری و پشتو و عقاید مضامین دینی گفتی مانده. مضامین دینی رو هم خوب از خواندیم که نصف کردی. یعنی بر کنکور به نظر خود فعلا چقدر آماده هستی؟ انشاءالله 70% هستیم آماده. 70%. و در این وقتی هم که یعنی باقی مانده تا زمانی که امتحان کنکور فرا برسه، فکر میکنم حتما دیگه 100% یا 95% شاید به خیر آماده شوی. و علی سینا، رشته دلخواه خودت؟ فارماسی. فارماسی. و چقدر بر کنکور آماده هستی؟ تقریبا 68-69. پس تلاش کن تا بتانی بیشتر آماده شوی و در رشته که دوست داری بخیر کامیاب شوی. و علی سینا، خب شما بودین محمد شاکر. محمد شاکر، کتاب های مکتب چگونه مطالعه میکنین؟ به شکل تشریح زیادتر مطالعه میکنم. بر خودت یعنی تشریح میکنی دوباره؟ بله، دوباره به خودم تشریح میکنم. و چقدر مؤثر بوده؟ فراموشت نمیشه به مرور زمان؟ یعنی مثلا یک هفته دو هفته از چهار جوابه که به نظر من بر خودم مفید است. فراموشت نمیشه اصلا؟ نخیر، به خاطر که فعلا مصنف یاز هستم، اساسات تعقیب میکنم و مادگی نمیخونم و مو بر خودم بسیار فکر میکنم مؤثر است. بسیار خوب. و به نظرت خودت چقدر امتیاز تافل نما دست آوردی؟ 10 امتیاز. علی سینا چقدر امتیاز به دست آورده؟ 0. و فرایدون؟ 40. 40 امتیاز. میریم میبینیم که آیا گفته هایی را که محمد شاکر گفت درست هست؟ یعنی امتیازاتی را که محمد شاکر گفت آیا هر کدام از اشتراک کننده های ما همقدر امتیاز به دست آوردن یا شاید کمتر یا شاید بیشتر؟ پس میبینیم با هم. امتیازات دو بخش. فرایدون 40 امتیاز، علی سینا 0، محمد شاکر 10 امتیاز. امتیاز هر سه اشتراک کننده را با هم دیدیم و کسی که تانسته امتیاز بلندی را به دست بیاره فرایدون هست. بخش بعدی را همراه با فرایدون آغاز میکنیم. حال وقفه.